درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. در این ویدئو می‌پردازیم به آتشی در ایران که 1500 سال است، خاموش نشده است. آتشی که 1500 سال است در ایران خاموش نشده، در شهر پرآوازه یزد در یک آتشکده تاریخی قرار دارد. جاذبه های دیدنی در شهر یزد بیشمارند. جاذبه هایی که هر کدام برای خود دارای فلسفه و علتی برای وجودشان دارند. از همین رو اگر می خواهید سفری پربار در تاریخ این مرز و بوم داشته باشید، شهر یزد می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. ما در این ویدئو می خواهیم آتشی که از سده پنجم میلادی در آتشکده یزد روشن است را از نگاه شما بگذرانیم. پس با ما همراه باشید. یزد همیشه یکی از ارکان ایجاد صلح و آرامش بوده است. شاید یکی از دلایل آن هم وجود کویر بی انتهایی است که دور این شهر را فرا گرفته و آرامش خود را به شهر یزد و مردم عزیز این شهر اعطا کرده است. زمانی که گردشگران داخلی و خارجی به این شهر سفر می کنند، به غیر از جاذبه های دیدنی آن که زبان زد دنیاست، به آرامش حاکم بر این شهر نیز اشاره می کنند. آتشکده شهر یزد یکی از مکانهای دیدنی در شهر یزد است که علاوه بر آرامشی که در افراد ایجاد می کند، دارای پیشینه تاریخی هم می باشد. این بنای ارزشمند در شهر یزد یکی از جاذبه های دیدنی است که هنگام سفر به این شهر نباید آن را فراموش کنید. آتش که نماد پاکی است، در این آتشکده که از اهمیت بالایی هم برخوردار است قرار گرفته و به همین دلیل این امکان با نام آتشکده ورهورام شناخته می شود. این آتشکده از اوایل دهه 40 برای بازدید عموم باز بوده و در سال 1378 در لیست فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است. ساختمانی که همکنون آتش 1500 ساله یزد در آن قرار دارد، در سال 1313 توسط یکی از سرمایه‌داران یزدی به نام همابایی در قطع زمینی از سوی چند تن از یزدی‌ها به نام امانت که به یاد فوت پدرشان به امانت گذاشته شده بود، ساخته شد. ارباب جمشید امانت سرپرستی و نظارت ساخت این بنا را بر عهده داشت. وی در خاطرات خود این گونه نوشته است: 4 بار با کشتی‌های بخار بر روی آب‌های خروشان اقیانوس هند و 1 بار پیاده و با شتر در ریگزارهای بلوچستان ایران و پاکستان رفتیم تا سرانجام انجمن پارسیان هند پرداخت هزینه ساختمان آتش ورهورام یزد را پذیرفت. این بنای تاریخی دارای ارتفاعی حدود 21 متر از سطح زمین می باشد و در حیاط بزرگی که درختان سرسبز سرو و کاج آن را پوشانده است واقع می باشد. نگاره های زیبا و سرستون های سنگی در این بنا توانسته است که به آن جلوه ای خاص ببخشد. روبروی این بنا حوض آبی قرار دارد. از خصوصیات بارز آتشکده ها این بوده که در کنار آب قرار گرفته بودند. 3 آتش در این بنای تاریخی وجود داشته که به دلیل قدمت و شکوهی که داشتند به آنها آتش ورهورام به معنای آتش پیروزی می گفتند. قدمت این آتش ها بیش از 1500 سال است که همین موضوع دلیلی شده تا اهمیت آتشکده یزد به نسبت دیگر بناهای تاریخی این شهر افزایش یابد. یکی از آداب خاصی که هنگام بازدید از این آتش باید رعایت شود، به طور مثال این است که هیچ کس نباید در این آتش بدمد و آن را آلوده نماید. حتی نگهبان این آتش 1500 ساله باید با نقاب مخصوصی که بر روی دهان و بینی خود قرار می دهد به آتش نزدیک شود. وی روزانه در چند نوبت با افزودن قطعه چوب خشک که مقاومتر از سایر چوبها همچون چوب بادام و زردالوست، این آتش را حفظ می کند.
روشن ماندن این آتش برای همه گردشگران جذاب است. آنها در حالی که از پشت شیشه جام حاوی آتش را می‌بینند، مقداری از بوی آن را نیز استشمام می‌کنند. در سالیان دور، در سده دهم میلادی، آتشی به منظور در امان ماندن از دست بیگانگان به شهر یزد آورده شد که آن را در آتشکده بزرگ گذاردند. حدود سال 496 شمسی بود که این آتشکده به دست افرادی نامعلوم تخریب شد و از بین رفت. مردم شهر یزد برای حفاظت از این آتش آن را در غاری که بین شهر اغدا و پارس بانو بود بردند و پنهانش کردند. این آتش به مدت 30 سال در این غار نگهداری شد. اما برای اینکه بتوانند از این غار محافظت کنند، مردم شهر یزد آن را به مدت 200 سال از این روستا به روستایی دیگر منتقل می کردند تا به دست بیگانگان نیفتد. در سال 727 شمسی در نزدیکی شهر اردکان روستایی به نام ترکاباد ایجاد شد و این آتش ارزشمند به آنجا منتقل شد و به مدت 300 سال در آنجا قرار گرفت. اما با آغاز از هم گسیختگی روستای ترکاباد، این آتش به شهر شریف‌آباد منتقل شد. در حدود سال 1159، آتش 1500 ساله دوباره به یزد رسید و در محله دستوران یزد، کوی موبدان، به صورت پنهانی در خانه یکی از بزرگان این شهر پنهان شد. سرانجام در محل کنونی، در خیابان کاشانی یزد، محل مشخصی برای آن در نظر گرفته شد و برای همیشه این آتش مقدس در آن مستقر شد. این آتش مقدس 1500 ساله سالانه گردشگران زیادی را به سمت خود و استان یزد جذب می نماید. رعایت نظافت و پاکیزگی از نکات ضروری است که هنگام ورود به این آتشکده باید حتما رعایت شود. در سالهای بسیار دور برای روشن کردن آتش، کبریت یا وسیله ای دیگر در اختیار نبود. به همین منظور، در یک مکان آتشی همواره روشن بود تا مردم بتوانند روزانه گلی از آن آتش برداشته و اجاق خانه های خود را روشن کنند. به این مکان آتشکده می گفتند. کده در زبان فارسی دری به معنی خانه و آتشکده به معنای خانه آتش است. امیدواریم از این ویدیو استفاده لازم رو برده باشین. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت کنین و بنویسین که میپسندین در رابطه با چه موضوعاتی براتون ویدیو تهیه کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.